من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره داروی زیپمت که برای دیابتی ها صحبت کنم. اگر علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. داروی زیپمت ترکیبی از دو داروی متفورمین و سیتاگلیپتین هست. متفورمین بعد از انسولین قدیمی ترین دارویی که برای درمان دیابت استفاده میشه، شاید نزدیک 50 سال. علاوه بر درمان دیابت، در پیشگیری از دیابت در بیماران پیش دیابتی هم موثر. هم میتونه قند ناشتا رو کم کنه، هم قند پس از غذا رو کم میکنه. متفورمین کمترین ریسک کاهش قند رو در بین داروهای خوراکی دیابت داره و این دارو ریسک بیماری‌های قلبی و تنگی عروق قلبی رو هم کم میکنه. اگه قصد شروع دارو رو برای بیمار داشته باشیم، متفورمین گزینه خوبیه. معمولا این دارو همراه با داروهای دیگه تجویز میشه. کارش اینه که تولید قند رو در کبد کم میکنه و ورود قندها رو به سلول تسهیل میکنه. میتونه 2 تا 3 کیلو از وزن دیابتی ها رو کم کنه، که البته زمان لازمه که همین 2 تا 3 کیلو کم بشه. کار دیگه اینه که باعث بهبود وضعیت چربی بیمار میشه. از نظر عوارض این دارو کلن یه داروی خیلی کم عارضه‌ایه، ولی خب اگه اتفاق بیفته میتونه باعث اسهال، بی‌اشتهایی، کمبود ویتامین B12، طعم فلزی در دهان و اسیدوز لاکتیک بشه. داروی سیتاگلیپتین جزء دست داروهایی هست که مهار کننده هورمونی به اسم GLP-1، یعنی یه هورمونی میخواد بیاد این GLP-1 خوب رو مهار کنه. اما این دارو یعنی سیتاگلیپتین مانع مهار اون مهار کننده میشه. همین GLP-1 اثر مفیدی روی متابولیسم قند داره. قرص های داروی سیتاگلیپتین با برند های مختلف در دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرمی وجود داره. خطر هایپوگلیسمی و افزایش وزن وجود نداره، یه چیزی شبیه متفورمین. در نارسایی های شدید کلیه این دارو تجویز نمیشه، ولی در موارد خفیف و متوسط نارسایی کلیه منع تجویز وجود نداره. سیتاگلیپتین در نارسایی قلبی و نارسایی کبدی باید با احتیاط تجویز بشه. سیتاگلیپتین با انسولین تجویز نمیشه چون خطر هایپوگلیسمی داره. در کسانی که سابقه آنژیو ادم و حساسیت به دارو و درد مفاصل دارن، سیتاگلیپتین تجویز نمیشه. داروی سیتاگلیپتین با افزایش سطح اینکرتین در خون منجر به افزایش ترشح انسولین و خصوصا انسولین پس از غذا در خون میشه. اما برگردیم به همین داروی زیپمت که در اول صحبت کردیم. تا حالا درباره دو داروی تشکیل دهنده زیپمت که متفورمین و سیتاگلیپتین بود صحبت کردم. حالا درباره مصرف کلی داروی زیپمت میخوام صحبت کنم. در مواقعی که قند بیمار تنظیم نیست و قند 3 ماهه بیمار هم در سطح مناسب بیمار نیست، از زیپمت برای هر دو منظور استفاده میشه. در اصل 3 هدف تعمیم میشه، چون هم قند بیمار بهتر کنترل میشه، هم قند 3 ماهه بهتر کنترل میشه، و همین که بیمار به جای استفاده از 2 دارو از 1 دارو استفاده میکنه. میدونیم که خیلی بیمارا با افزایش مشکلات طبی که پیدا میکنن، تعداد قرصایی که باید در طی شبانه روز بخورن زیاد میشه، و اگه بشه کاری کرد که تعداد قرصای مصرفیش کمتر بشه بهتره و مراقبت بهتری از بیمار به عمل میاد. عوارض شایع داروی قرص زیپمت به این ترتیبه: یکی مشکلات گوارشیه مثل اسهال که در شروع درمان هست و طبیعی هم هست و به خاطر متفورمینه و به مرور زمان برطرف بشه. با این حال مصرف دارو همراه با غذا احتمال بروز این عارضه رو کم میکنه. مصرف این دارو ممکنه سرگیجه مختصر ایجاد کنه. به طور کلی دارو درمانی با چند داروی ضد دیابت ممکنه منجر به بروز علائم افت قند خون در بیمار بشه. به همین جهت بهتر بیمار دیابتی همیشه علائم مربوط به افت قند خون که شامل تعریق سرد، تپش قلب، لرزش، بیقراری، ضعف شدید، تاری دید و سرگیجه هست رو در نظر بگیرن و توصیه های لازم جهت مقابله با افت قند خون یا هایپوگلیسمی رو از پزشک یا داروساز خودشون
دریافت کنید. بهترین زمان مصرف این قرص عصر هنگام با غذا هست. متفورمین موجود در این دارو با تغییر در سیکل قاعدگی ممکنه احتمال بارداری را افزایش بده و خانوم های سین باروری در مدت دارو درمانی با ترکیبات حاوی متفورمین باید این مسئله رو در نظر بگیرن. از اونجا که احتمال بروز عارضه اسیدوز لاکتیک در افراد با مشکلات کبدی، ریوی و کریوی و یا نارسه قلبی بیشتر هست، لازمه تجویز این دارو برای این بیماران با احتیاط بیشتری صورت بگیره. شروع درمان با این دارو در افراد بالای 80 سال توصیه نمیشه. ترکیبی که از این دو قرص تهیه میشه، یعنی متفورمین و سیتاگلیپتین، میتونه خیلی متفاوت باشه. قرص سیتاگلیپتین میتونه 50 میلی گرمی یا 100 میلی گرمی باشه. قرص متفورمین هم میتونه 500 میلی گرمی معمولی یا 1000 میلی گرمی نوع معمولی یا قرص های آهسته رهش 500 یا 1000 میلی گرمی باشه. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگر هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.